The امیر داوری متولد شهر اهواز کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد تهران فارغ التحصیل رشته ام بی ای از دانشگاه کرانفیلد انگلستان هم مؤسس و مدیر شرکت ولدینگ آلیس هم مؤسس و مدیر شرکت ایپاک مؤسس و مدیر عامل شرکت کلاد جسب کسب جایزه نوآورترین ورتنی شرکت تولیدی 2016 و 2017 در انگلستان کسب عنوان دومین شرکت تولیدی از لحاظ رشد اقتصادی در سال 2016 سرمایه گذار در شرکت استارتاپ پیک در این اپیزود با هم در کار کارآفرینی تولیدات صنعتی و رشته ای MBA صحبت میکنیم سلام خیلی خوش آمدیم به مجموعه جرنی پادکست من علی رزا هستم و صدای ما رو میشنوید از پای تخت انگلستان مهمان این هفته ما مهمان بسیار ویژه برای من کسی که توی کار توی رفاقت و توی زندگی ازشون درس زیادی یاد گرفتم جناب آقای امیر داوری خیلی خوش آمدید قربان خیلی ممنون سلام خیلی خوشحال هستم خیلی متشکرم که خیلی ممنون, ممنون که ما رو دعوت ما رو پذیرفتین قربان خب چیکار می‌کنیم با کرونا سخته خیلی سخته میکنم زندگی همه تغییر کرده منم هم جز اون همه دیگه بالاخره یه مدتیه که آدم سفر نمیتونه بکنه کاری خورده وقف توش افتاده حالا ترس در حقیقت خود همین که کرونا چه تاثیر روی خود آدم میذاره روی از نظر سلامتی خانواده همه اینو با هم دیگه خورده واسه کنم تنها من نیستم برای همه خیلی سخته به خصوص که از نظر کاری هم خوب تاثیر گذاشته دیگه تأثیر شما اصلا کلا لحظه سفر یا آدم خیلی دائم و سفر بودین، درسته بله یعنی بله. شما هر هفته یه کشوری توی دنیا بودی حالا <تصفح> سفر زیاد میکردم حالا بله. چی شد توی این قرنطینه شما خیلی هم زود شروع کردین قرنطینه رو درست میگم بله بله فکر کنم از ما فوریه شروع کردیم فوریه دیگه آره باید قرنطینه میشدیم از, ایران آره از ایران اومدین شما اومدم آره به خاطر همین به من اینکه رسیدیم فرداش اگه اشتباه نکنم یه قانون اومد که چند تا از کشورهایی که در حقیقت سفر ازش اومدیم باید قرنطینه این قرنطینه شدیم یه دو هفته دو, هفته باید قرنطینه می‌شدیم یه هفته بعدم که خود دولت در حقیقت گفت دیگه همه قرنطینه همین حساب دیگه کلا از اون موقع قرنطینه ایم سفرم نکردیم به اون سفر. نه سفر که نمیشد کرد اه... خیلی بر... آخه شما مثلا هفته یه دونه سفر رو واسه دیگه خودم دیگه. خیلی عجیب بود گفتم من نمیتونم دووم بیارم به همین هر از چنگایی میرفتم دم فرودگاه وای میسادم <تصفح> دل واسه فرودگاه تنگ شده <تصفح> نه ولی جدی خیلی سخت بود ولی خب از یه جهات دیگه هم وقتی بهش عادت میکنی سعی میکنی خودتو به یه چیزای دیگه عادت بدی که شاید قبلا تو زندگیت نبوده مثلا که کم کردیش آره خیلی چه اتفاقی افته آقا چه شکلی که همه همه لاغر شدم ما خب شما کار میکردی هنوز شما وقت پیدا کردی که تو این وسط یه کار در حقیقت جدید یا حالا کارهای دیگه این بود که شما بیکار نشدی ما بیکار شدیم ولی نه داستانش خیلی ساده جیم خب بسته بود نمیتونستیم بریم ورزش کنیم من پیش خودم گفتم خب اگه بخوام همینجوری کار کنیم به خصوص توی خونه توی خونه هم که خب هی میری سر یخچال هی شروع میکنی حله حول خوردن به قول معروف و باعث میشه وزنت بره بالا بعد یه دو سه روز تصمیم گرفتم که برم بدوم رفتم دویدم خب بعد یواش یواش شد عادت صبح زود بلند میشدم هوا هم خیلی خوب بود خدا رو شد. خب این تابستونم تابستون گرمی بود ام رفتم دویدم اصلا حواسم به وزنم نبود واقعیت اینکه دو سه ما که دویدم بعد یه روز رفتم همینجوری رو وزنه نگاه کردم دیدم آ من کیلو کم کردم اینقدر چه مدتی دو ماه اه. دو ماه دو ماه بعد هیچی اون دیگه واسم جذاب شد بعد دیگه اپ های مختلف رو نصب کردم بعد شروع کردم تارگت گذاری کردم برای خودم که مثلا حالا بیشتر بودم تو این ماه سرعت هم بالا پیس بیارم پایین از این داستانه دیگه سعی کردیم خودمون حداقل با این کار درگیر ولی خوب, بود خیلی جذاب آره. یکی از بزرگترین اینداستری ها و در واقع میشه گفت گروه هایی که بیشترین ضرر رو کردن تو زمینه کرونا همین تولیدات صنعتی بودن کارخانه جات ها و مخصوصا حالا بخش های سنتی و قطعاً شما هم تاثیر گذاشته حالا ممنون شما اگه بتونی یکم کارتون توضیح بدین چون خودش خیلی سخته هنوز بعد دو سال من یکم سخت دقیقا توضیح بدم که کار شما برای من هم خیلی سخته بعضی میپرسن که خب تو چیکار میکنی یکی اینکه خب انتخاب کردن یا از اینکه من چیکار میکنم یه خود سخته بعد اون صنعتی هم که ما داریم توش کار میکنیم یه خورده از نظر توضیح دادن اگر که تخصص اون کار نداشته باشه یه خود مشکله اینه که برای خودم هم یه خورده مشکل من فکر کنم از خانم هم مشکل هست خانم هم نمیدونم ولی خب کار صنعتی، عملا ما همه در حقیقت از نسلی هستیم که میتونم بگم از نسل جدید ولی هنوز با اون سبقه صنعتی در ایران بزرگ شدیم و خیلی در حقیقت برای تولید و خدمات و این چیزها در حقیقت شروع کردیم به کار اما کاری که در حقیقت من شروع کردم از زمانی که میتونم بگم حتی دانشگاه میرفتم تولید تجهیزات و قطعات صنعتی بود منتها تجهیزات خیلی خاص یا قطعات خیلی خاصی بود که در صنایع استفاده میشد که در در حقیقت در معرض سایش یا خوردگی در صنایع مختلف قرار میگرفت و من در حقیقت با تکنولوژی سخت پوشکاری حالا هارد فیسینگ یا کلدینگ به روش جوشکاری در حقیقت می اومدم این قطعات رو دوباره نوشون میکردم و خب ابتدا خیلی سخت بود بخاطر اینکه تکنولوژی جدیدی بود حداقل تو ایران تو اینجا نه تو اینجا من سال 99 شروع کردم به این کار اون زمان که من شروع کردم یه 15 20 سال بود که این دیگه 15 سال بود که تو دنیا این خیلی کامرشالایز شده بود خیلی زیاد در حقیقت تو صنعت استفاده میشه ولی تو ایران جدید بود و خیلی سخت بود به خصوص اینکه صنعت ما هم در اون زمان هم بیشتر صنعتی بود که توسط مدیران سنتی یا قدیمی یا اداره میشد و اینکه بهشون اثبات کنیم نه این تکنولوژی جدید دیگه باید خب اونا هم خیلی محافظه کار خیلی سخت بود اوایلش ولی خب آره واقعیت اینه که به روش جوشکاری در حقیقت تجهیزات رو در برابر سایش و خوردگی مقاوم میکردیم ام... که این... یعنی این در... بیشتر مشتری هاتون کیا بودن در صنایه صنایع ماده سیمان صنایع فولاد صنایع معدنی صنایع نفت و گاز سنانیه... حالا نفت و گاز بالا پایی دستی پایین دستی صنایه راهن صنایه ریلی در حقیقت صنای مختلفی بود صنای فورج هر صنعتی در حقیقت هست ببین واقعیت اینه که تجهیزاتی در صنای مختلف استفاده میشه برای حالا پروسه تولید روند تولیدش که اون تجهیزات قطعات یدکی داره این قطعات دلست. یدکی فرض رو بر این بگی که قطعات بسیار بزرگیه حجیمیه خب اگر در حقیقت اون قطعه یا اون تجهیز در برابر خوردگی و سایش قرار بگیره خب از بین میره دیگه خوردایش باعث میشه که این عمرش یواش کم بشه و از بین بره حالا شما فکر کن که یه قطعه بسیار بزرگی هستش و من میخوام این قطعه رو به روش معمول حالا ریختگری آهنگری فورج اینو درستش کنم خب این قطعه به وزن بالایی که داره یا نشدنی از متریال ها یا آلیاژهای های ایدئال این کار استفاده بکنیم یا بسیار گرون تموم میشه ایده اینه اینه که اون قطعه رو با یک جنس خیلی ارزون تر بسازن و اون سطوحی رو که در برابر سایش یا خوردگی قرار میگیره رو بیان به روش جوشکاری با اون آلیاژ مناسب و ایدئالی که در حقیقت در برابر سایش و گرونی که در برابر سایش یا خوردگی مقاومت میکنن رو بیان بشونن این ایده شه. ام. مثل لایه گذاری در حیات بغاتان خب وقاوم سازی در این... آره خب این در حقیقت علم متالوژی، علم فیزیک همه علم در حقیقت مکانیک همه اینا هم توش دخیل بود و این اولین بود، کاری بود که من در حقیقت تو ایران شروع کردم شاید بگم جزء یعنی مد... حالا تو یک سری از صنایع این کار انجام میشد به صورت نه به صورت تکنولوژیک به صورت خیلی چجوری بگم متداول در صنعت در زمان قبل از اینکه در حقیقت ما این قضیه بشیم شاید دستی تر به صورت نیمه اتوماتیک به صورت دستی ولی خب توی یه سری صنایعی که اصلا و ما اینو در حقیقت آوردیم و خیلی روش کار کردیم یه تیمی شدیم من اون موقع 20 سالم بود این شما 20 سالگی این شرکت هست که آره،, آره من 20 سالم بود که وقت سرمایه‌اش رو از کجا بود؟ ببین خب خانواده کمک کرد ولی واقعیت اینه که از همون اول احساس می‌کردم که نه خودمون باید رو پای خودمون وایسیم و این که الان بگم نه همش خودمون این رو انجام ندیم نه ولی خب خانواده مسلما ابتدا کمک کرد ولی تلاش من این بود که این این ام حالا جرنی پادکستی که شما این جرنی خودمون بسازیم و ببریمش جلو و همین هم شد یعنی به جای اینکه حالا مثلا آدم یه کاری انجام میداد درآمدی کسب میکرد به جای اینکه اون درآمده حالا بره جای دیگه ای حالا ما هم 20 21 سالمون بود اون موقع خیلی دوست داشتیم که خب خیلی چیزهای خوب و فنسی و نمیدونم این چیزا داشته باشی سعی کردم که بالانس رو حفظ کنم و بیشتر در حقیقت هی خودش سرمایه گذاری کردیم و بزرگش کردی و خب بعد این اولین در حقیقت ایده من بود که شروع شد و بعدش هم حالا دیگه کارهای دیگه بعد شما لیسانستون رو ایران گرفتید من بله من دانشگاه آزاد در تهران چه, چه رشته مهندسی صنایع بعدش سال 2012 اومدین انگلیس برای ادامه تحصیل آره من وقتی کارامو شروع کردم یه دفعه جدی شد و اصلا برنامه تو برای این نبودش که این شرکت رو یه روزی بیاری نشود اینترنشنالش بکنی و... خب آره آره چرا ولی خب ببین وقتی که تو 20 سالته آمال آرزوات یه جور دیگه است یه جور دیگه به دنیا نگاه میکنی اما یوهو جدی شد یوهو من همیشه میگم هم. یوهو من بزرگ شدم <laughs> نمیدونم یعنی تو سن 21 سالگی در حقیقت وارد یه صنعتی شدم که خب من یادمه وقتی میرفتم تو جلسات همه سن پدر منو داشتن من یادم اولین جلسه ای که رفتم خب ست کردم جلسه رو بعد وارد اتاق در حقیقت کسی که معاونت بازرگانی شرکتی بود وارد میخواستم بشم وارد اتاق شدم این دوست عزیزمون وقتی من وارد شدم منتظر بود که یه نفر دیگه هم وارد شد. پشت من رو نگاه کرد که ببینه با من کسی دیگه میاد یا نه من هیچ وقت این صحنه رو یادم نمیره بعد یه خود به خود وقتی من دید یه خود به خودش درقش شک <تصحاب> یه خود وایسات گفتش که شما با من کار داشتین آه گفتم آه آقای کاونا می بودن گفتم بله من داوری هستم یه خود جا خورد ولی بعد خب میگم از این اتفاق خیلی زیاد افتاد خب اون لحظه شما احساس غرور کردین یا احساس اینکه مثلا یکم بهتون برخورد بیشتر یا بیشتر حس خوبی بهتون دست داد که مثلا من با این سن کمم تونستم یه همچین بازخوردی یا همچین ایمپرشنی رو داشته باشم البته هنوز نتونسته بودم چون اولین جلسه بود ولی بعد از اینکه اون تونستم اون کاری که براشون انجام دادم و فقط انجام دادم خب حس خوبی بود ولی عادت کرده بودم به این به این نوع نگاه یا به این ریاکشن یا عکس که در این نوع میدن. نگاه من شما تو ایران بیشتر از خارج از ایرانه؟ ببین من اون زمان در این سن و سال تجربه کاری در اینجا نداشتم که بدونم ولی من فکر کنم خب این یه چیز نرمالیه دیگه به حال ولی خب همونطور که گفتم به حال صنعت وای صنعتیه که دست یک سری آدمای بزرگی که واسه زحمت کشیدن و محافظه کارتر هستش و خب بالاخره ما همیشه اصلا توی صحبت اونم طرف پیر این کاره یعنی واقعا سناشون در حقیقت جا افتاده بزرگتر خب به حال این 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 فیدبکیه که وجود داره تو این سن حالا به خصوص در اون زمان و میتونم بگم که این 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 ریاکشن همیشه بود ولی این که بگم که حالا بهم بر میخورد نه واقعا عادت, عادت, کرده بودم بهش و حالا برگردیم به اون جمله‌ای که داشتم میگفتم این این داستان یه دفعه من زود بزرگ شدم یعنی زود در حقیقت باید مواظب می بودم چی دارم میگم باید مواظب بودم چی باید می پوشم اینا خب در حقیقت گذار بود و یه های دفعه وارد در حقیقت اون محیط کاری شدم و کارم رو شروع کردم منتها حالا گفتی سال 2012 من همیشه اعتقادم این بوده که MBA باز دوباره از اون حرفای جملات کلیشه‌ای یا اون کلمات کلیشه‌ای که طرف MBA خونده ماشاءالله اینقدرم دیگه این کلاس ها زیاد شده که همه دیگه MBA دارن واقعا دقیقا سوالم همین بود یعنی میخواستم برسم به MBA که بگم آقا واقعا می‌ارزید MBA نه من یه دلیل داشت در حقیقت این کار کردم یکی اینکه خب در دوازده سال کار کردم و بعدش احساس کردم که شاید الان نختش باشه یعنی واسه معنی بیشتری پیدا میکرد که اینو شروع کنم خوندنش و دنبال این نبودم که برم ام بگیرم دنبال این بودم که واقعا یه ارزش افسوده‌ای به هم اضافه بشه به خاطر همین دانشگاه خیلی زیادی رو رفتم سرچ کردم حالا کرانفیلد رو انتخاب کردم به خاطر اینکه کرانفیلد سکول of منیجمنت بود اکثر ام ای که حالا خیلی هم الان ترندی شده توی اروپا حالا به خصوص انگلیس چون حالا زبان انگلیسی راحت تره بیشتر هولو, هولو هواشیش فایننسه و ولی کرانفیل سکول آف منیجمنت بود و من وقتی تاپیک رو نگاه کردم و رفتم دو سه دفعه رفتم در حقیقت دیدم البته من کرانفیل رو میشناختم خاطر اینکه تو کار کاری که انجام میدادیم واسه همون یه کورس ما ازشون خواسته بودیم یه کورس اینویشن واسه همون بزنم و من با اساتیدش آشنا بودم کم و بیش ولی خود اون سکول آف منیجمنت واسه هم جالب بود به خاطر اینکه میگم هولوش فایننس فقط نبود من میگم MBA خیلی الان در حقیقت فایننس اورینتد تو خیلی از دانشگاه این بود که خب انتخاب کردم MBA بی که برم بخونم از دو جهت یکی اینکه خب تمام این دوران یه تجربه کرده بودم و دوم اینکه خب حالا ام بی ای بیشتر به نظر من من همیشه اعتقاد دارم که دانشگاه دید به آدم میده من اعتقاد ندارم که تو حتما برای دانشگاه دانشگاه بهترین دانشگاه رو بری حالا چه تو ایرانش هم همون زمانی هم که در حقیقت من داشتم دانشجو بودم یعنی سال چهارم دبیرستان بودم میخواستم انتخاب رشته کنم من هیچ دانشگاه غیر از تهران رو انتخاب نکردم به خاطر اینکه نمیخواستم فقط صرفا برم دانشگاه تهران یا دانشگاه دولتی به خاطر همین گفتم خب دانشگاه تهران تلاش میکنم مثلا دانشگاه تهران یا دانشگاه شریفی حالا اینا قبول شم که خب نشدم دلیلشم این بود که من سال سوم دانشگاه آزاد قبول شدم و ثبت نام کردم و همون شد که دیگه سال چهارم دیگه جورایی یعنی بدون کنکور نه کنکور سال اون موقع حالا الان نمیدونم سال سوم شما میتونستی دانشگاه آزاد امتحان بدی و قبول میتونستی بشی اگه قبول میشدی میتونستی یه سال در حقیقت چه خوب. چیز بگیر و این باعث شد که من سال چهارم خیلی زیاد تلاشی نکنم با توجه به اینکه من فکر کنم حالا مدرسه یا جایی که در حقیقت دوستان همه این انتظار داشتن تو مدرسه ای ما من جزو در حقیقت شاید حداقل حد سه رقمی دو رقمی بشم اما نشد سال چهارم به تنبلی گذشت به خاطر اینکه حواسم در حقیقت به این بود که من خب دانشگاه آزاد دارم ولی دانشگاه تهران دانشگاه شهرستان نزدم حالا اینو میخواستم بگم که من به نظرم دانشگاه بیشتر دید میده به آدم اینجوری نیست که شما چهار سال میری اونجا و در حقیقت یو دفعه که میگه اجی تو میای یو دفعه موفق دیده که در حقیقت واسه من مهم بود. توی ام بی ای هم که میخواستم انجا در حقیقت سال 2012 شروع کنم دلیلش این بود که تمام داشته هایی که توی این دوازده سال توی کار کسب کردم و میخواستم بیارم توی فریم بورک. این یه موضوع موضوع دوم این بود که میخواستم در خارج از چارچوبه در حقیقت ایران این تجربه رو کسب کنم و ببینم دنیا چه جوریه ما الان داریم به کجا میریم این واسه اینا هم واسه جذاب بود این بود که سال 2012 تصمیم گرفتم امتحان دادم قبول شدم و دو سالم در حقیقت ام خوندم و خیلی هم خوشحالم به خاطر اینکه به نظر من دیدم خیلی عوض کرد خیلی حالا برای کسایی که شاید حالا نمیدونن اینی که انگلیس جزو بهترین کشور سوی ام بیه یعنی یا،, یا بهترینه یا دومیه بعد امریکا و یکی از اصلی ترین شروط پذیرفته شدن در رشته های ام بی ای در انگلیس اینه که شما حداقل سه سال فول تایم سابقه کار داشته باشید دلیلش هم خیلی مشخصه یعنی اونها این رشته ام بی ای رو طوری طراحی کردن که برای کسایی نیستش که دنبال کار میگردن برای کسایی که کار کردن و میخوان این تجربه رو ببرن به مرحله بعدی پس شما به نظرتون اگه اون کار رو نمیکردین ام بی ای به اون صورت برای شما معنی پیدا نمیکرد درست میگه من می اتفاق خیلی از بچه جوانی جوونی که الان دارن درس میخونن بعضی وقتا مثلا میان صحبت میکنن یا نظری میخوان من خیلی رو دیدم که بی ای میخونه پشت سرش میره ام بی ای میخونه بعد میره دی بی ای میخونه به نظر من اینا واقعا کمکی نمیکنه اولا که من فکر نمیکنم شما یادت درساتو درس دانشگاه بله تا حدودی حلی... چون اونایی که علاقه داشتم بله آه... مثلا اون حسابداری و اینها رو واقعا هیچ یادم هیچکس یادش نمیمونه واقعا واقعا شما درسای های مدرسه هم یاد نمیمونه این که من برم حالا بی ای بخونم بعد ام بی ای بخونم بعد دی بی ای بخونم بعد برم سر کار اولا که اینا رو نمیتونم من ربطش بدم بعدش هم تو یادت میره این چیزا و بعد وارد کار میشی ولی برای... به نظر من ام بی ای شما باید حداقل 5 6 سال 7 8 سال کار کنی اینو با گوشت و پوست و خون در حقیقت تجربهش کنی بعد حالا بری تو فریم ورک های ام تازه ام بی شما میتونی کتاب هم بخونی خاصی نیست مهم از دانشگاه های بی که من حالا لندن بزنس سکولم خیلی دوست داشتم برم و قبولم شدم ولی گفتم خیلی فایننس اورینتد بود و خیلی هم گرون خیلی, هم خیلی گرون. آره نزدیک 50 درصد گرانتر از کرانفیلد الان لندن بزنس سکول برای ام بی ای 82000 پوند نقابل خیلی فرقی نکرده چون من اون موقعی که می‌خواستم برم 75 تا دو دو بود الان 82000 تا بود ولی خب اینم هم... آره ولی اونجا آدما میرن برای اینکه یه در حقیقت شاید یه سکو پرتابی هم براشون باشه و چون... نتورک دیگه شما هم, هم دقیقه. کلاسیاتون همه یا احسن. همون سکو پرتاب میشه آره. یا بچه یا مثلا HR منجر منیجر بارکلیز مثلا اونجا داره کنار شما درس میخونه اونجا یه سکو پرتابه و اون شما رو تو اون کلابی که در حقیقت اون آدما دارن اونجا درس میخونن شاید هم واسه شما یه اپورتونتی هم به وجود بیاد فرصتی به وجود بیاد ولی واسه من اون فریم خیلی مهم بود که چی میخوام بخونم و اینا رو ربطش بدم به اون تجربه‌ام و بعد این فریم ها رو در حقیقت سعی کنم بهترش کنم برای ادامه مسیرم و خب من خیلی من خیلی واقعا لذت بردم از زمانی با اینکه خیلی سخت بود به خاطر اینکه من سفر میکردم میومدم اینجا کلاس ها رو دوباره برمیگشتم با اون همه بهبوه کاری که داشتم من به صورت پارت تایم میومدم و چه جوری بود ما یه هفته میومدیم ده روز میومدیم یه ماه گپ بود دوباره ده روز میومدیم دوباره همه دو اینجوری بودن آره اصلا کلا اون, کورسی که ما برد یعنی این ام که ما برداشتیم دو تا شکل داشت یعنی نصف ما اینجوری بودن که یه هفته می اومدن، یه هفته نمیومدن هفته بعد می اومدن اونا کسایی که لوکال بودن واسه شون خوب بود اونایی که اینترنشنال بودن مثل ماها واسه ما خوب بود که یه هفته می اومدیم یه ماه نمی اومدیم بعد یه هفته دیگه می اومدیم بعد مثلا هتل میموندیم اون هفته آره اصلا کلا اونجا چقدر آره, هتل هتل که آره یعنی تو خود کمپ کرانفیلد اونجا هم هتل بود هم اتاق بود اونجا میمونیم یه هفته ده روزی ولی یه هفته ده روز بود ما از صبح ساعت 6 شروع میکنیم تا ساعت 10 11 شب 6 صبح کلاستون شروع میشه نه ببین کلاس که از ساعت 8 و 9 شروع می‌شد تا ساعت 5 ولی انقدر بهت کار میدادن انقدر ازت کار می‌کشیدن و خب گروه های مختلفی تشکیل می‌شد تیم ورک های مختلف تشکیل میشد بعد پروژه تحویل میدادی یعنی من یادمه که من تو اون 10 روزی که میومدم شاید واقعا 3 4 ساعت میخوابیدم اونم از استرسی که صبح قراره چی باید دقیقاً تحویل بدی مثلا نمیخوابیدم و اینجوری بود که میرفتم دوباره, دوباره یه, یه دوباره یه, ماهی برمیگشتم دوباره می اومدم حالا شما فکر کن که این وسط ها کارم بود تلفن نمیدونم این کار انجام میدیم اون کار انجام میدیم کار, کار باهاش درگیر شده بودیم یعنی درگیر بودم و اینم خب پروژه ها رو باید تحویل تازه اون یه ماهی هم که میرفتم برمیگشتم باید برای یه ماه آینده همه اینا رو کورس ورک داشتیم کار رو مقاله و باید تحقیق و... ولی من خیلی لذت بردم ازش و خیلی چیزا یاد گرفتم حالا نه صرفا اون محتویات ام بی ای به نظر من اون چیزی که توی ام بی ای به بچه ها کمک میکنه و به هر کسی کمک کنه اون تیم ورک هایی هستن که توی ام بی ای یا اون داینامیک هایی در حقیقت اون گروه برای تحویل دادن یه چیزایی این که تو اون گروه چه جوری در حقیقت سعی کنی یه کاری انجام دعوا میشد و ما یه کورسی داشتیم که تو کل دو سالم با ما بود اسمش بود Organization Behavior and Personal Development یه جوری روانشناسی بود یعنی و بعد ما باید ما اصلا جزء کارامون هر روز این بود که چهار پنج نفری تو گروهمون باید میشستیم این گروه ثابت بود باید میشستیم همدیگه هم نقد میکردیم بعد تازه مینوشتیم یه سری ریپورت مینوشتیم راجع به آدما اینقدر دعوا میشد اینقدر واقعا خسته میشدی ولی این چالنجه که باید در حقیقت آخرش هم تو خودمون هم دعوا میکنیم به هر حال گروهمون باید یه چیزی رو تحویل میداد یعنی اینقدر بالا پایین بود و حالا شما فکر کن که از فرهنگ های مختلف از کشورهای مختلف هم بودیم و اینو دو چندان سخترش کرده بود اگه من برگردم به اون موقع من یادمه من یه دفعه برگشتم به نوتامو نگاه میکردم ش... یکی از کتابام بزرگ نوشتم من میخوام برگردم دیگه نمیتونم بزرگ نوشته بودم فارسی فارسی انقدر این خودکارو سفت فشار داده بودم که یه جایی از کاغذم پاره شده بود خیلی خندم گرفته و برگشتم داشتم اونو رو نگاه میکردم در اون زمان بسیار بسیار سخت بود واسه من چون درگیری داشتم خب بالاخره دختر من یه سالش بود تازه به دنیا اومده بود بعد من می و میرفتم کار خیلی سنگین بود اینا همه خود درسم خب خیلی زیاد بود خیلی تحت فشار بودم ولی بعدش وقتی تموم کردمش احساس کردم که چقدر چقدر زندگی به من یاد داد اصلا فراموش کن بیزنس و نمیدونم کار و مدیریت و این چیز منو ساخت به نظر من listening to the Journey Podcast. شما توی ایران به کارتون اشاره کردین و بعدش که مهاجرت کردین به انگلیس ادامه همون کارتون رو دادین یا کارتون متفاوت شد چون ببین خیلی اینوویشن و خلاقیت و تکنولوژی خیلی بیشتر توش دخیل شد ببین من مثلا مثل همه آدم‌ها وقتی 18 سالم بود 19 سالم بود وقتی فکر کار میکردم همش تو ذهنم بود که پول لار میشم نمیدارم این کار رو میکنم اون کار رو ولی فکر کنم نمیدونم حالا در خصوص خودم این همیشه وجود داشت استیج مختلفی در زمان کاری من شکل گرفت خب همون اول آقا پولا شیم می‌دونم کار بگیریم فلان این شاید اولین چیزی بود که تو ذهن من در جو... جوان جوانی و در حقیقت همون سنا شکل گرفت ولی وقتی یه خود بزرگتر شدم یا یه خود موفقیت حالا موفقیت از نظر خودم کسب کردم یا خوشحال بودم از کاری که میکردم یه چیزای دیگه, دیگه ای واسم مهم شد مهم این شد که یه ارزش افزوده ایجاد کنم فراتر از این که چقدر میخواد پول در بیاد توش و اون اون جایگاه اون مجموعه یا اون سازمانی که داشتم واسش کار میکردم رو تثبیت کنم یا حالا به خاطر حس رقابتی شاید بگیم بهتر از رقیب کار کنم یه چیز جدیدی بیارم ارزش افزودم و به مشتریان بیشتر کنم بعد یواش یواش وقتی بزرگتر میشی سعی میکنی یه میراسی بذاری یه لگاسی بذاری این در دوران مختلف برای من مدل های مختلفی داشت وقتی که خب من اولین شرکتی که در حقیقت این کار رو شروع کردم باهاش یواش یواش بزرگ کردی و شد یواش یواش شد گروه و خیلی هم همینجور ارگانیک در حقیقت یه دو سه تا شرکت دیگه هم از توی این قضیه اومد خیلی شرکت های بزرگی اینجوری نیستن ما شرکت متوسطن ولی ایده هاش ایده های جدیدی بود همشون همشون ایده هاشون جدید بود حالا اگر که دوست داشتی در یک سال دیگه بهت میگم که چی شد که اصلا اینو شک گرفت اما یه روز تصمیم گرفتم که خب دیگه بحث من تا یه جایی رفتم ولی احساس میکنم که احتیاج به یه گپی دارم که فکر کنم که خود و خودم رینیو کنم جدید کنم به خاطر همین تصمیم گرفتم مثلا وارد برم ام بی ای بخونم حالا گفتم ام بی ای مختلف بود دانشگاه مختلف بود خیلی سرچ کردم تا تصمیم گرفتم که خب برم کرنفیل رفتم امتحان دادم قبول شدم سال اول گفتم میرفتم و میومدم سال دوم اون موقع بود که دیگه یواش یواش داشتیم میرفتیم سمت پروژه نویسی و در حقیقت انتخاب یه پروژه خب خیلی از بچه ها سعی میکردن از ایده هاشون از اون چیزهایی که فکر میکردن یا عجیب غریب یا چیزی که توش کار میکردن خیلی هم اینقدر گرفتار بودن که سعی یه چیزی پیدا کنن که فقط یه پروژه بنویسن و یادم میاد توی یک بین همون سال اول دوم یه پروژه دکترای بود که اومده بودن با ما راجع به تولید یک ما تولید سیم جوش میکردیم تو ایران, تو ایران. و این تولید در حقیقت طبق پروسه تولیدی بود حالا یه پروژه دکترا اومدن گفتن که آقا ما میخوایم یک سیم سیمی رو تولید کنیم اصلا سیم جوش نبود برای تولید یک کابل سوپر کاندکتیو ابر رسانه یا سوپر رسانه اصلا من هیچی نمیدونستم کاملا فیزیک و ما فکر میکنیم کسایی که این سیما به صورت سیما ما سیمایی که تولید میکنیم به صورت سیمای تو پودریه حالا کورد وایره ما فکر میکنیم این پروسه میتونه این کار رو انجام بده میگم مثلا اونا اومده بودن برای یه پروژه دکترا داشتن صحبت میکردن با ما صحبت می‌کردن، با در حقیقت همکارای من صحبت میکردن که این کار رو انجام بدیم من یه خود گوش کردم راجب یعنی ازشون پرسیدم که این چیه برای چی استفاده میشه برام توضیح دادم من فهمیدم که این پروژه دکترا رو میخوان انجام بدم ولی یه پروژه دکتراییه که البته این پروژه دکترا اینجا قرار بود انجام بشه چون دارش که کرافید توی قسمت جوش هم در حقیقت چون همشون مستر دارن یعنی اصلا کلا بچلر نیست و خیلی هم تخصصی روی هوافضا کار میکنه اصلا یه فرودگاه داره آره. آره، چه فرودگاهی آره، من،, من, چیز کردم من یه دفعه, یه دفعه در حقیقت هواپیما آره، 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 داره, داره، میتونی اصلا بری اجاره کنی خیلی بزرگه خیلی خوبه آره. بعد ارتش انگلیس اونجا چیز داره شبه نظامی تمرین میکنه توی بعضی از اون کنسولات ولی میدونم که خب ارباس در حقیقت اینا همه اونجا برای یه چیز ولی خب یک جای دیگه است اصلا کلا تو کمپ هست ولی یه جای دیگه است ولی تو قسمت جوشکاریش اونم خیلی در حقیقت تو جوشکاریش تو مستر جوشکاری هم پی دی و مسترش هم اونم خیلی کارشون درسته به صورت این پروژه رو خواستم من یه خود سوال کردم سوال کردم واسم جذاب شد بعد شروع کردم خوندم بعد شروع کردم دیتیل شدم توش یه پروفسوری بود با یکی از همکارای خودم که اونم دکترای متالوژی داره گفتم من خیلی از این خوشم اومد من. من غیر از اینکه دوست دارم پروژه‌مو راجع به این تحقیق کنم چون ما یه کورسی داشتیم به نام انترپرنورشیپ دوست دارم راجع به این موضوع واقعا تحقیق کنم و واقعا یه هم چی کاری انجام بدیم و برای اولین بار بود توی دنیا میتونستید ثبت اختراعش کنیم همه گفتن آره ولی ریسورس زیادی میخواد نم نه حالا اینجوری اینجوری گذشت دو سه ماهی گذشت باز من بیشتر در حقیقت سرچ کردم چیزی نبودش که خب مثل همه کارهایی که در حقیقت آدم میخواد انجام بده چیزی نبود که بگی خب من همین الان میرم اینو انجام میدم به نتیجه میرسه و من فردا میشم در حقیقت مختره خب چالش های خیلی زیادی داشت اما تونستم اون دو نفر رو راضی کنم که با من همراهشان که بتونیم این کار رو انجام بدیم این برمیگرده به سال دو سال 2013 اگه اشتباه نکنم آره 2013 آره اه، و گفتم آقا یالا شروع کنیم و شروع کردیم اصلا برای یه ایده یه ایده و شروع کردیم دیگه به خاطر همین شد یه نوعی این هم شد بچه جدید یه بچه جدیدی که اصلا کاملا با متالوژی جوش من متالوژ نیستم ولی با جوشکاری و در حقیقت کارهایی که قبلا میکردم و اینا کاملا فرق کرد اون خب یک بازار موجودی داشت این اصلا کلا هیچی نبود همه چی رو کاغذ و ایده بود هیچی وجود نداشت فقط این که اگر تو بتونی اینو درست کنی میتونی دنیا رو تغییر بدی بود. و شروع کردیم الان سال 2013 الان چند ساله الان 6 ساله هنوزم نیاز داره که این دیولوب بشه ولی اون ایده یا اون چیزی که تو ذهن ما بود الان تبدیل شده به یه پروداکتی که خیلی از کشور خیلی از شرکت های بزرگ دنیا اونو اپروبش کردن هنوز کامرشالایز نشده هنوز نیمده تو بازار خیلی چالش های فنی داره ولی این بود که ولی شما تو همین این در واقع جرنی یا <applause> مسیر <مزق> خیلی موفقیت های زیادی دست بردین. یعنی اضافه بر اون حالا بیشتر دوست دارم خودتون هم روش توضیح بدین سال 2016 بوده 2017 بوده هم شما خیلی تونستین جوایز از دولت بگیرین رو بحث حالا اینوویتیو یوکی که گرانت هایی میدن برای ایده های خیلی خاص ایده های خیلی نوین و این حالا ایده, ایده ای که شما دارین خیلی میتونه کمک بکنه رو بحث انوایرمنت رو بحث حالا کم کردن مصرف درست میگم سوختی و بیشتر رفتن به سمت گرین انرژی و انرژی های پاک و به این سمت خیلی میتونه کمک بکنه یه روز میگفتن که فولاد رو درست کردن هیچکی نمیدونست که این فولاد بعدا چه تاثیراتی میتونه توی حالا اختراع شد و بعد نمیدونستن چه تاثیراتی میتونه بذاره توی صنعت بعد دیدیم که از چاقو درست شد نمیدونم پل درست شد ساختمون درست شد نمیدونم کارخونه درست شد هر, هر،, هر چیزی که اختراع بشه اگر که درست در حقیقت بهش دیده بشه که چه آینده ای میتونه داشته باشه خب مسلما تاثیر خودش رو داره وقتی این پروژه رو ما شروع کردیم گفتم یه ایده بود فقط تو ذهنمون بود تنها کاری که کردیم اینه که مارکتش رو رفتیم حالا خدا میگم سال دوم دانشگاه ما به یک منابع خیلی زیادی دسترسی داشتیم از نظر دیتا و من تونستم در حقیقت از این دیتا استفاده کنم برای مارکت ریسرچ اصلا انقدر بزرگ مارکت در آینده میتونه استفاده بشه که حد نداره مونتا از نظر تکنولوژیکی اینکه من بتونم اینو تولیدش کنم و بعد از نظر تکنولوژی این که من تولید میکنم اون یوزر بتونه تکنولوژیشو عوض کنه که تبدیلش کنه به تکنولوژی اینا همه چالش های بزرگی داره اما اینو ما وقتی شروع کردیم سال دوم ارائه دادیم یه،, یه کالی اومد تو اینو به یوکی و ما اینو ارائه دادیم قبول شد نزدیک 250 هزار مچینگ فاند 250 هزار پوند بهش اختصاص داده شد و ما تونستیم با مچینگ فاند در حقیقت تجهیزات بخریم تجهیزات خریدیم و شروع کردیم به تولیدش حالا تجهیزاتی هم وجود نداشت برای ساخته یه همچین سیمی که ما میخواستیم تولید کنیم خودمون طراحیش کردیم و بعد دادیم به یه منیفکچر واسه ساخت و بعد تو این 6 سال خب زحمت زیادی کشیده شد حالا به خصوص دو تا همکار دیگه من که چون خیلی دیگه تکنیکی شد شما یه نفر نیاز داشتی که فیزیکو خیلی خوب بدونه که پروفسور دانشگاه کمبریج بود یکی که متالورژی بدونه حالا اولش حالا الان که بیشتر فیزیکه فقط که خب همین کسایی که در حقیقت با هم دیگه شرکت رو در حقیقت ثبت کردیم اونا دیگه الان بیشتر در حقیقت درگیر دیولپ کردن شدن بیشتر تو مارکت شما یه جایزه هم بردین به عنوان the most innovative product بره. و این خیلی یعنی این تو جوری که شما منفرکتوری. ایشون خب یکی از چیزایی که میگم از ایشون خیلی یاد گرفتم همین بحث خاکی بودن و متواضع بودن ایشونه یعنی مثلا آره خب زحمت زیاد کشید این چیزایی که شما این حرف میزنید و من چون رزومه شما رو میدونم میدونم که هر کدوم از اینها کافیه که یک مرد مثلا برسه به قله آرزوهاش و اینکه شما اینقدر متواضعانه در مورد اینها صحبت میکنید خودش بسیار بسیار مهمه و به نظر من خیلی جای درس داره برش حالا فارغ از این مسائل شما یک نکته ای که خیلی خوبش اشاره کردین بحث کار کردن توی کشورهای مختلف با فرهنگهای مختلف و با حالا میشه گفت منابع و مشکلات مختلف بوده حالا شما تو ایران کار کردین هم توی اینجا کار کردین شر... شهر کمبریج و حالا جای مختلف و میدونم که با کشورهای خیلی متفاوتی هم در تعامل بودین همکاری داشتین با شرکت های حالا اروپایی بوده شرکت های توی خاور میانه بوده من میشتم خواستم بدونم از نظر شما حالا با توجه به این بحث صنعتی که توی ایران هست و حالا تحریم ها و مسائلی که هست شما این پایین اومدن ارزش کشور ما رو چه شکلی بررسی میکنید؟ چرا چرا بعضی از کشورها مثل سوئد که حدود مثلا یک سال گذشته حدود چیزی حدود 40 تا 45 درصد ارزش عرضش، ارزشون اومده پایین تونستن از این بهترین استفاده رو بکنن که صادراتشون رو بیشتر بکنن و خیلی برای خب این خوبی از عمد هدفشون بنی بوده که این کار بکنن که بتونن صادرات بیشتر بکنن ولی ایران متاسفانه نمیتونه این کار را انجام بده آیا فقط بحث تحریم یا نه به نظر شما بیشتر مشکلات ساختاریه یا طرز فکره و ما چه شکلی میتونیم اینو انجام بدیم سوالت به نظر من چند تا بود داشت یه خود جواب دادن بهش سخته به خاطر اینکه خیلی پیچیده است اینکه داری میگی ارز خب بیاد پایین مسلما این ارز تو رو رغابط رقابتی تر میکنه در در بازار و خب این سایکلیه که همیشه در تو اقتصاد وجود داره دیگه ام شما ام ارزش ارزت ارزش پولت میاد پایین این باعث میشه که تو رقابتی ترشی وقتی رقابتی ترشی صادراتت میره بالا بعد این صادراتت که میره بالا باعث میشه که جی پیت بره بالا وقتی جی پیت بره بالا باعث میشه که بعد اون وقت ارزش ارزت ارزش پول در حقیقت بره بالا این سایکل همیشه وجود داره اما خب نکته ای که داری میگی خیلی مشخصه شما ارزش پول میاد پایین پس میتونی رقابتی ترشی ولی خب سخت فروختن به خارج از ایران حالا به خاطر تحریمایی که خودت داری میگی این باعث میشه که خب از اون مزیتی که وجود داره به درستی نشه استفاده کرد به نظر من خیلی عوامل بستگی داره خب الان اینکه شما میگین بحث فروختن من با یه کارآفرینی صحبت میکنم رو حوزه همین صنعت و میگفتش که مشکل ما توی ایران بحث تولید نیست و با خیلی نظر ایشون بوده کاملا نظر شخصیش هم بود و خودش هم گفت گفتش نظر شخصی من مشکل ما تولید کننده ها اصلا تولید نیست ما هر چیزی رو بگیم میتونیم حالا یکم با زمان و اینها بتونیم تولیدش بکنیم ما مشکل اصلی اون بحث فروشه خب و اعتقاد ایشون بود که الان روی این پادکست هم صحبت کردیم که ایشون میگفتن که به نظر ما این بحث فروش توی تولید کننده های ما زیاد جا نیفتاده یعنی بحث ایشون برای این بود که ما مشکلی که داریم تحریم نیست مشکلی که داریم بحث ساختار تولید کننده های ماست که اینها بلدن پروداکت درست بکنن بلدن اون در واقع اون تولید وسیله یا پروداکت رو انجام بدن ولی نمیتونن واسه اون مشتری پیدا بکنن خب و نمیتونن اون رو بفروشن و مثال که ایشون میزدن رو بحث بیشتر اینکیوبیتر ها و اکسلریترهای های ایرانی بود و حالا دانشبنیان که چیزی حدود 90 درصد اون شرکت ها در حال حاضر یا تولید نمی کنن یا جمع شدن یعنی تولید کردن و مشتری نداشته به جمع شدن و این نشون میده که خب این تولید کننده های ما هستن که زیاد نیومدن مارکت ریسرچ رو بکنن به قول شما شما میگین دو سال سه سال این مارکت ریسرچ رو انجام دادین و بعد شروع کردین مثلا این کار رو انجام دادن درسته و به همین دلیل تونستین به این موفقیت ها برسید به نظر شما این موضوع توی ایران صدق میکنه یا نه بازم چند بودی شد سوالم میدونم خیلی می بودای زیاد, شد ولی من بیشتر میخوام در موقع نظر شما رو بدونم در مورد این مطالبی که من دارم میگم یعنی میخوام در واقع پرسپکتیو و دیدگاه شما رو در مورد این موضوع بدونم گفتم اینقدر این بحثش میتونیم واقعا سه چهار ساعت راجبش صحبت کنیم حداقل من نظر خودمو بدم ولی ببین حالا بحث ارزش پول و در حقیقت صادرات ببین ما بذار اینجوری توضیح بدم شما یه سری یه سری محصولاتی رو تولید اصلا کشور ول کن یه بیا در یه سازمان کوچیک شما یک سازمان های مختلف هستن که مواد یا حالا محصولات خیلی زیادی دارن خب اگر این محصول محصول کمودیتی باشه بالاخره واسش مشتری هست مثلا فرض کن شما میگی من پتروشیمیم خب این شرکت یا من مثلا فرض کن کارخونه سیمان دارم یا من فولاد مثلا تولید میکنم به هر حال ش... حالا تو ایران دارم میگم به هر حال این شرکت ها مشتری خودشون دارن دیگه من لزومی نداره هی hey, برم در خونه رو بزنم در شرکت ها رو بزنم بگم آقا من سیمان دارم سیمان من اینجوریه آخره همه میدونن یه سیمانی هست به نام سیمان ایکس میان ازش سیمان رو میخرن یا فولادی هست به نام فولاد ایکس میان فولاد ازش میخرن یه موقعی هست شما محصولات نیشه یعنی حالا کمودیتی نیست اونجاست که خب مسلما فروش حرف اول میزن حالا در یه بود کشور اگه بخوایم بهش نگاه کنیم ببینیم ما عمده صادرات ما محصولاتی بوده حالا یا نفتی یا غیر نفتی نفتی که خب نفت بوده و مشتقات نفت بوده و حالا پتروشیمی و این چیزا غیر نفتی هم. یا فرش یا زعفرون یا پسته است که اونم جای دیگه وجود نداره به این خوبی با. همه عاشقشن این همه خواهانشن حالا میایم سراغ بحث صنعتی یا محصولی که یک شرکتی درست میکنه باید بره در یک کشور دیگه که رقبای اون کشور یعنی سازنده خود داخلی اون کشور هستن تازه رقبای دیگه هم هستن که از چین و اروپا و نمیدونم همه اینا هم ژاپن و اینا هم در حقیقت دارن اون تولید میکنن اون وقت که حرف شما اینجا به نظر من قابل قبوله حالا اگه بخوایم دا در داخل کشور بهش نگاه کنیم اونم هم همینه هیچ فرقی نمیکنه من همیشه میگم که من همیشه اعتقادم اینه که فروش فروش نه مارکتینگ این چیزیه که فکر کنم همه باهاش یه خود با هم قاطی میکنه دقیقا. مارکتینگ یه چیز دیگه است به نظر من دقیقاً هم. فروش به نظر من یه علمه آدم فروشنده مسلما یه همه هم میگن میگن طرف از بچگی فروشنده بزرگ شده یعنی این یه قابلیت یا یه ویژگی من به ویجگی فرد واقعاً, واقعا توی ساختار شخصی طرف باشه آره. خیلی خیلی عوامل بستگی داره که اگه وارد در حقیقت بحث روانشناسی بشیم آدمایی که فروشندن رو میتونی متوجهشی. حالا یه جورایی هم در حقیقت شاید فرهنگ ما جا افتاده کسی که فروشنده است حتما دروغگو حتما میخواد بندازه نه اینجوری نیست به هر حال کسی که فروشنده است باید اون محصول بفروشه و بعد اگر دروغگو باشه دفعه دوم امکان نداره بتونه بفروشه پس به نظر من یه علمه حالا غیر از اینکه یک نفر رو برای خودش میخواد که با اون ویژگی های منحصر به فردش ولی به نظر من شما حتی باید بری دانشگاه فروش رو یاد بگیری اه. مثلا سیلز به نظر من یه کرس دانشگاهیه حالا نه کرس دانشگاهی ولی حداقل اینه که یک واحد یا سه واحد یا چهار واحد از دانشگاه رو میبره یعنی باید شما تو یه ترم واقعا بری اصول فروش رو یاد بگیری من من فکر اینجوری مارکتینگ یه داستان جدایی داره اما اینکه تو داری میگی به نظر من در حالا سوال تو اگر بخوایم دوباره برگردونیم به این که تو گفتی میخوای سوال تو یه بار دیگه تکرار کن در ایران من سوالم بر اینه که شرکت های تولید کننده اصلا فرقی نمی چه سایزی هم. کوچیک بزرگ اینها چرا نمیتونن بفروشن ببین اه... و چی کار میتونن بکنن که مثلا اون موفقیت هایی که شما انجام دادین و تونستین پروداکتتون رو حالا تو ایران چه تو کشور مختلف بتونین بفروشین چی شد که تونستین بفروشی یعنی من بیشتر سوالم بر اینه که بحث تولید رو بزنیم کنار خب کجا سرمایه گذاری کردین که تونستین اون پوله آخر رو به دست بیارید اولا من بگم من میتونم خیلی هم مثال بزنم که چیزی رو من خواستم درست کنم یا حالا خدمات بوده یا محصولی بوده که موفق نبوده همه آدما میان همه همینن قطعا سر آیسبرگ نگاه میکنن اه، ولی اه میگم یعنی حالا من بشینم بگم من این کارا رو کردم همه کارهایی که کردم نه خیلی هم خیلی خیلی وقتا هم بوده که موفق نبوده اما این که من یکی این که ماها عادت داریم کپی کنیم آقا همسایه من اینو داره تولید میکنه پس حتما و بعضیش هم خیلی خوبه نگاه ماشینش مثلا پارسال این بود امسال این شد پس حتما این کار کار خوبیه برم ببینم چیکار میکنه بعد یه چیز دیگه که هستش اینه که شما نگاه یعنی یه نفر موفقه بعد همه میرن ببینن این داره چیکار میکنه من خب اگه موفقه تو کار خودش موفق دیگه یه نفر دیگه که اگه بخواد این کارو کنه لزوما که موفق نیست تو که نمیدونی سیکرت حالا خیلی فکر میکنن سیکرت ها فقط توی همون تولید است نه به نظر من شناخت بازار من ما یه چیز یه کورس داشتیم توی اینویشن به نام کاستمر هیدن نیدز یه مثالی میزد میگفت این کیفای چرخدار هست توی شما وقتی می سفر این کریانا رو میگیرید دست چرخه با اون کسی که اینو طراحی کرده بود صحبت میکرد میگفت که یه روز من نشسته بودم تو فرودگاه یه آدم معمولی میگفت من نشسته بودم تو فرودگاه روز خوبی هم نداشتم میگفت میگفت خودش تعریف میکرد میگفتش که من از نظر نگاهی همش سرم پایین بود یعنی پای آدم ها رو به پایین نگاه میکردم بالا رو نگاه میگفت می روز خوبی نداشتم میگه احساس کردم که همه دارن یه چیزی رو میکشه. این مال خیلی سال پیشه که اینو من فقط چیزش رو دیدم ویدیو شدم باش صحبت میکرد اینو میکشه به سمت یعنی حالا کیفاشون و چمدوناشون رو میبره داشت میگه که اگه یه چیزی باشه که اینو بگیرم بکشم با یه چرخی که همه راحت میشن که این ایده به ذهن من رسید میخوام بگم که خیلی وقتا من مشتری شاید خودم ندونم چی میخوام از تو نخوام که برو چرخ بذار اصلا نمیدونم خیلی وقتا تو میتونی ببینی اون خواسته پنهان اون آدما چیه واسهشون درست کنی حالا حالا تو خود بحث اینویشن مثلا این پیدا میشه که آقا خیلی راحت بشه کپی کرد راحت نشه کپی کرد خب این یه چیز خیلی عادی بود که گفتم یا مثلا شما همیان دایسون رو نگاه کن تمام فکر و ذکرش اینه که من با مشتریام در ارتباط باشم ببینم مشکلاتشون بابت اپریشن یا کاری که با محصولات میکن حالا نه محصولات من محصولاتی که در این رده تولیدی هستش چیه سعی میکردی سعی میکنی دیدی که همیشه هم یه استیو دا جابز هم اتفاقا یه جمله در در تکمیل فرماشت حضرت علی میگه که مشتری شما رو بحث اینویشن رو بحث خلاقیت میگه مشتری شما نمیدونه که چی میخواد تا وقتی که تو تولیدش کنی و بهش بدی دقیقا. خب و شما همین همینو داریم میفرمیداری داریم میگین که واقعا این هیدن نید یا نیازهای پنهانی واقعا باید کشف بشه و شما قبول دارین که تولید کننده های ما واقعا آره من فکر کنم فروشنده نیستن یا واقعا علم مارکتینگ رو ندارن آره من فکر کنم که این در صنعت یا صنعتگرا یا در حقیقت مدیران ما هم جا افتاده یه همچین چیزی اینکه خب یک باید در حقیقت ببینن که اون کاری که میخوان انجام بدن آیا نیازش هست بعد ما تو دیتا خیلی بدیم به نظر من اه. و بعد این دیتا رو جمع آوری کنی بعد بشینی براش فکر کنی خیلی هم کار حالا فقط بحث دیتا هم نیست بحث اینکه ترنسپرنت نیستن مثلا اینکه واضح نیستن خب رو بحث این که مثلا شرکت های مختلف شما همین الان میتونین هر شرکت دیگه ای رو توی انگلیس تحقیق کنیم ببینین خب چقدر پارسال سود داشته چقدر ضرر داشته و میتونین مثلا روی چه زمینه هایی بیشتر ریسرچ و دیولوپمنت کرده رو چه چیزهایی داره بیشتر سعی میکنه خلاقیت بیاره و اینا هست اطلاعاتش خب در که توی ایران و برای مردم ایران خب این خیلی اطلاعاتش کمتره و کسی که میخواد تحقیق بکنه نمیتونه اونقدر راحت دسترسی پیدا کنه به اون منابع که کسی, باید... کسی که اینجا هست تو باید فاندمنتالی یه سری از قوانین رو درست کنی تا بتونی هم اینقدر ترنسپرنت باشی وقتی در حقیقت من ترنسپرنت بیام همه چیزها رو در حقیقت در اختیار بذارم چه بسا فردا یه نفر بیاد کار منو کپی کنه و من نتونم اثبات کنم تو دادگاه جلوشو بگیرم اینه که به نظر من اینا همه خیلی به هم وصله یعنی اینا همه به صورت زنجیروار به هم وصله میگم یه جاشو درست کنی جا آره، آره، بب بب یه جا دیگه اش مشکل پیدا میکنه و همینطوری هم میره دیگه هم وجود داره هر کشوری برای خودش یه چارچوبی داره و تو اون چارچوب هر کشوری برای خودش موفقه به نظر من و ایران هم بد کار نکرده و من حالا اینو میخوام بگم میخوام بگم که یکی که کاسمر هید نیدز رو در حقیقت یکی اینکه که همون بحث فن فروش ماها در حقیقت من یادمه که میرفتیم این بر بر صحبت میکردیم یا من خیلی وقتا میشد میرفتم شرکت های همگاه حتی شرکت های رقیبا میرفتم میدم می باشون صحبت میکردیم چه اشکال داره ازش ایده میگرفتی بهش ایده میدادی هر چقدر اون قوی میشد ما هم قوی میشدیم هر چقدر اون سعی میکرد که پروداکت بهتری بده خب به من کمک میکرد که مارکت بزرگتر شه ما یه کیکی داشتیم که هممون داشتیم نه تقسیمش میکردیم اشکال نداره بذار کیکمون رو بزرگتر کنی، خب بخش خودمون بزرگتر میشد و من میدیدم که اصلا قسمت فروش از نظر خیلی از شرکت های قدیمی تر با مدیران قدیمی تر فقط بحثشون گرفتن استعلام و پر کردن استعلام بود این میشد بخش فروش مثلا من از اون طرف میورسم تو تا حالا رفتی مشتری ببینه آره بعضی وقتا مثلا استعلامی که میفرستاد مثلا یه مشکلی داشت من میرفتم باهاشون صحبت میکردم نمی نمیرفت بفروشه وظیفش استعلام پر کردن بود ولی الان خیلی بهتر شده بالاخره جوونا اومدن بالاخره یاد گرفتن بالاخره ما همون بالاخره از اون نسل اومدیم بیرون و اتفاقای خوبی میفته ولی یه تله دیگه هم وجود داره اینکه من کاستمر هیدن نیدز بدونم بعد برم یه چیزی رو اختراع کنم که اصلا به درد طرف نخوره من میرم یه چیزی بسیار پیچیده تر از اون چیزی که اون میخواد درست میکنم قیمتش ده برابر طرف و این همیشه باید تو این رابطه با مشتری تو داشته باشی که بدونی آیا به دردش میخوره آیا اصلا ارزش اینو داره که اون انقدر سرمایه گذاری بکنه برای این چیزی که تو درست کردی همه اینا باید به صورت در حقه استپایسه در زمانی که داره انجام میشه به نظر من خیلی عالی بود دستتون در نکن من من دقیقا همین جا میخواستم برسم یعنی بیشتر به هم بحث مارکت ریسه هست. چون شما خودتون توی صحبتتون حداقل 5 6 بار بهش اشاره کردین و به نظر من نکته بودش که خیلی جا داره ما تو ایران هم در موردش صحبت بکنیم چون حسن. چون خیلی جای خالیش حس میشه خیلی زیاد نه فقط برای تولید کننده بلکه وسط خیلی قشرهای مختلف حتما من ایرانو یعنی واقعا میگم هر دفعه میرم مثلا نمایشگاه ها یا چیزای صنعتی حالا کاری که خودم مثلا یا حتی غیر صنعتی تو حتی قسمت آی و تکنولوژی هم میری اه اه واقعا حالا خیلی ها میگن ماها خیلی باهوشیم ما ایرانی ها نه به نظر من اینجوری نیست هوش در حقیقت به موفقیت یک مجموعه ای از آدما در حقیقت برمیگرده خیلی با با پشتکار این هوش رو در حقیقت میپوشونن یا اونو نشون میدن خیلی ها با ولی وقتی که نگاه میکنم اینم که ما واقعا کشوری هستیم که همین همین تحریمی که تو به من گفتی به نظر من باعث شده که ما خیلی به خودمون وابسته ترشیم و بعضی وقتها مثلا من میبینم که چیزایی در ایران درست میشه میگم حالا چه تو زمینه آیتی و در حقیقت تکنولوژی چه در زمینه سخت, افسار. سخت افزاری واقعا من بهش افتخار میکنم من واقعا واقعا آدمایی که داریم بسیار بسیار قابلن و دمشون گرم من واقعا وقتی میرم میبینم که چه چیزایی مثلا طرف تحریم بوده نمیتونسته این رو بیاره حالا رفته شان... ساختت <تصف> واقعا ساختتش ببین تو مهم اینه که تو این ام... چی بهش میگن این قدرت رو پیدا بکنی شهامت رو پیدا بکنی که بری اینو بسازیش خب بعد بعدش در حقیقت درست کردنش اینو در حقیقت کردنش به سمت اینکه دیگه بهترین بشه ام... منصر وقت هست واسش ولی اینکه تو این شهامت رو پیدا کنی بری برای این کار و من واقعا لذت میبرم وقتی میبینم اصلا این باوریه که شما مثلا میگه آقا باشه اشکال نداره ما نداریم اشکال نداره آسیم بالا بزنیم درست بکنیم به جای که بشیم تو خونم قور بزنیم که آقا ما تحریمی ما بدبختی ما بیچاره ایم بالا زدن و دارن کار میکنن آره پیشرفت آره هست من واقعا واقعا من میبینم تو همه حوزه ها میبینم و به نظر من این روحیه جنگجویان هست حالا نمیدونم جنگ جنگ. من نمیدونم من برای کلمه رزیلینس میتونیم چی سخت کوشی مثلا نمیدونم مقاومتی که در حقیقت حالا میگم چقرمگی. توی توی در حقیقت فیزیک برای یک از آلیاش ها جنس ها میگن چه ما واقعا چه رفته بالا سختیمون رفته بالا قدرت در حقیقت مقاومتمون رفته بالا برای اینکه برگردیم بسازیم و این به نظر من یه یه حسن خیلی خوبیه برای ما و حالا من فکر کنم که واقعا از این لحاظ من واقعا هر وقت میبینم هر وقت یه چیزی رو میبینم یه خبری رو میشنوم لذت میبرم واقعا لذت میبرم خیلی ممنون خیلی خیلی ممنون و حالا برای حرف آخر شما اگه بخواین نصیحت بکنین کسایی که نصیحت میدونم بعدش میخوام بگیم من کسی نیستم که نصیحت کنم چون میشناسن شو حالا حرفی بزنین حرفی سخنی پیشنهادی به کسی که ام, توی این مسیره و میخواد حالا تولید کننده است چه توی ایرانش و حالا چه خارج از ایرانش و یه ایده ای رو داره و بیشتر الان نمیدونه کجاست و نمیدونه باید چی کار بکنه و حالا شرایط کرونا هم اضافه شده میخوام بدونم شما اگه میخوام یه حرفی بزنید یه حالا مثلا اصطلاحا انگلیسی ها میگن ام, advice for your younger self که حالا مثلا نصیحت به خودت ده سال گذشته چه حرفی رو میزنی؟ چه پیشنهادی رو میکنید؟ یه, ام, یه چیزی که توی دوران جوونی واسه خود منم بود فکر کنم اشاره هم کردم این که ما همه دوست داریم سری پولدار شیم یعنی <تص> احساس میکنیم که مثلا الان خبر رسیده که اپل شده تو تریلیون دلار ولیوش به اینجا رسیده خب سری همه چرتکه ها رو میندازیم ما هم بعد اینا همه یه شبه به وجود نمیاد من فکر میکنم که یکی این که همیشه من من همیشه میگم که آرزو چیز خیلی خوبیه و بعد سخت کوشی و تلاش کردن برای رسیدن به اون آرزو و گیواب نکنن من فکر میکنم همین این سه تا و هیچ وقت هم معجزه نمیشه اتفاق میفته اتفاق میفته که یه نفر شانسی میاره ولی شانس به نظر من زمانی میاد که تو صد تا در رو باز بکنی بالاخره این صد تا در ممکنه یکیش در خوب باشه ولی اگه تو قرار باشه دو تا رو باز کنی بعد بگی من شانس نداشتم خب این نمیشه به نظر من پیگیری و و گیواب نکردن حالا برای اینکه برسی به اون هدفی که میخوای این, این چیزیه که من واقعا به هر کسی هر کسی از من بپرسه من بهش میگم میگم که واقعا برای آرزوات بجنگ و گیواب نکن و ولی چشمت باز باشه اگه واقعا یه موقعی هست من یه آرزویی دارم که اصلا به درد نمیخوره من فکر میکردم خوبه ولی کسی که اون آرزو اون چیزیه که درست کرده برای خودش میتونه یه آرزو دیگه هم درست کنه من عاشق این طرز فکر شما هم که الان گفتین گفتین مثلا فکر میکنم که یه آرزو خوبه و کی گفته مثلا اون آرزو من خوبه خب مثلا ما با هم دیگه که مثلا طوفان فکری داشتیم سر کارا مثلا ما میگفتیم خب این بعد اینجوری بشه که این کار بکنیم که خب سودمون بیشتر باشه شما گفتین کی گفته سودت بیشتر میشه گفتیم خب این کار بکنیم مشتری بیشتر میاد دیگه مثلا شما گفتیم کی گفته روز من مشتری بیشتر میدون یعنی شما یک جوری یه سری چیزها رو سوال میپرسیدین که واقعا آدم مجبور میشه که بیاد اوتساید اف باکس فکر کنه ذهنشو بیاره بیرون و این خیلی میتونه آدم رو کمک کنه مخصوصا رو زمینه همون بحث مارکت ریسر <applause> چون ما با هم خیلی تجربه صحبت داریم چون چون هم کار حالا اینوویتیوه و من دوستم یه بار مفصل فقط در همین موضوع صحبت کنیم ما <applause> چون انقدر اون خودش طولانیه این موضوعی که شما آدم رو اشتیاق میدین و آدم رو حل میدین که یکم بیاد بیرون فکر بکنه و همه چیز رو سوال بکنه این دقیقا هم بحث مارکت ریسرچه یعنی کی گفته مشتری ما اینجوری فکر میکنه کی گفته ما این کار رو بکنیم واقعا بیشتر سود میکنیم خب وقتی که ما نرفتیم با 200 تا 300 تا 400 تا مشتریمون فیس تو فیس صحبت نکردیم و نپرسیدیم همه این سوالا رو از رو کجا این حرف رو میزنیم رقیب ما شاید این کار کرده باشه ولی خب رقیب ما شاید هزار تا کار دیگه هم کرده باشه که باعث شده باشه این مثلا بیشتر مشتری بیاد و این نوع فکر شما رو من همیشه ستایش میکنم آره به خاطر اینکه اولا که من گفتم گفتم که شاید تو من لطف داری همش میگی که حالا این کارهایی که کردی موفق بوده ولی خب پشت این هزار تا کار هم کردی موفق نبوده خب اینا تجربه میشه ولی حالا برگردیم به اون جمله ای که تو گفتی من همیشه حالا برمیگردیم به خیلی قبلش من گفتم گفتم اوایل تو فکر می‌کنی من می‌خوام پولدار شم نه بعد میگی نه من یه مجموعه درست کردم یه تیم ورک این تیم که میخواد قوی باشه میخواد چیزای جدیدی ارزش افزوده ایجاد کنه این تیم مثلا قوی بشه ولی گفتم وقتی بزرگتر و بزرگتر میشی چیزای دیگه ای واسط میشه بعد لگاسی واسط مهم میشه تو یه میراثی بذاری الان واسه من بزرگترین جذابیتی که هر روز بهم به میده اینه که آه آه همین چیزی که میگی ب... سعی کنم سعی کنم آدم حداقل نمیگم تربیت یعنی کمک کنم تجربامو بذارم برای آدم های ساله بگیر چون همه آدم ها رو خودم میبینم من فکر کنم با خود شما هم که صحبت کردم شما تیمتون خیلی هم دوست داشتم هنوزم دوست دارم اینه که وقتی آدم های سن و ساله نه بیست ساله رو میبینیم دقیقا خودم رو میبینم و ای کاش که میشد یه نفری میومد این چیزها رو به من اون موقع میگفت الان واسه من منتورینگ و حالا در حد اون چیزی که خودم میدونم نمیخوام بگم حالا من ولی واسه من این منتورینگ و تربیت این اون چیزی که در حقیقت خودم فکر میکنم حداقل میتونم کمک کنم حالا اسمش اسم میخوای بذاری لیدرشپ رو میخوای بذاری منتوری هر چی میخوای بذاری واسه من خیلی جذابه الان اون منو در حقیقت میکشونه دیگه حالا اینکه من قهرمان شاملان پول این چیزا و همینه تو باید سعی کنی آدم ها رو ازش سوال کنی ببینی اون ته چیه ببین وقتی تو یه ایده ای داری ناخداگاه بعد از یه مدتی نسبت به اون ایده تعصب پیدا میکنی خب و حاضر نیستی که اون ایده بره تحت سوال قرار بگیره خب و بعد از خودت میپرسی که مثلا میری شاید سه تا چهار تا پنج تا ده تا 20 تا منفی میشنوی ولی دوست داری منفی ها رو نبینی دوست داری بذاریش کنار دوست داری توجیه کنی که این منفی طرف حالیش نبود اینو به من گفت اصلا نمیدونست چی داره میگه اصلا اشتباه فهمیده من دارم چیکار میکنم این بزرگترین تلاش به نظر من دقیقاً همیده. مخصوصا کسایی که تو کارهای اینوویتیو و استارتاپ آره، و اینا هستن تو بهش وابسته میشی تعصب پیدا میکنی وقتی تعصب پیدا میکنی دیگه بلاک میکنی آره، نظر مخالف اصلا, اصلاً همین من هر وقت یه نفر میاد با من صحبت میکنه سعی میکنم هیچ سوال کنم سوال کنم وقتی این سوالا رو میکنی خودش جواب میده وقتی خودش جواب میده بعد از یه ده دقیقه احساس میکنه که خودش داره میگه که این راه اشتباه بوده بعد راه ما عوض کنم وقتی خودش این تصمیم رو میگیره به اونجا میرسه خیلی راحت‌تر جهتشو رو عوض میکنه تو هایی من بگم که چرا اینجوری کردی؟ چرا اونجوری شد؟ پس چرا اینجوری شد؟ دیدی نشد؟ این این من تا، که من حداقل حد سعی میکنم که این کار رو انجام بدم بسیار بسیار <applause> خیلی ممنونم بابت وقتتون واقعا باعث افتخار بود و فکر کنم خیلی گپ گفته جذاب خوبی داشتیم و مطمئنم شنونده هم خوشم شد اگر پیغامی حرف آخری نه خیلی ممنون که منو دعوت منو دعوت کردین یه فکر کنم 45 دقیقه خیلی جذابی بود شاید بعد از مدت ها بود که یه نفر این سوالا رو از من که منو برد دوباره تو 19 سالگی و این جرنی منو در حقیقت به خود من یادآوری کرد ام... خب الان بعد از اینکه حالا شما که سنی نداری حالا بعد از این همه داری نگاه میکنی جنتین رو خواهید تو چند کلم توصیفش کنی چی میگی ام... خب مثلا من بالا پایین های خیلی زیادی داشت ولی واسم جذابه من ام... یعنی اون سختی ها هم جذاب همش جذابه بخاطر اینکه اون سختی ها باعث شد که من به جاهایی هم برسم اینکه واقعا من فکر خدا خیلی من رو دوست داشت ایشالا که دوست داشته باشه هم دوست داره و راه خیلی خوبی بود گفتم من یه اخلاق دیگه هم که دارم من یادم میره چیزهای بعد ای رضا نمیدونم اصلا یادم میره یه نفرم بهم بعدی میکنه مثلا بعد از مثلا سه سال هی بهش فکر میکنم من چرا با طرف در حقیقت یه خود سرسنگینم یادم میره چیکار کرده با من الان که بهم بگی سختی ها رو یاد... یادم سختی ها بوده ولی اگه بهم بگی اون سختی ها چی بوده شاید خیلی سخت یادم بیاد یادم میره چیزای بد و ولی خوش کاش که ما اینجوری بود نمیدونم چرا اینجوریه ولی ولی همش جذاب و خوب بوده اگه برگردم عقب مسلمه خب تغییراتی میدم بهش ولی جذاب بوده من خیلی دوستش داشتم و همیشم. همیشم من... واسه افتخارتون بوده قطعا هم نمیتون. از خدا ممنونم که واقعا همچین شرایطی رو شاید جلوی پام گذاشت و به اینجا رسید بسیار خیلی ممنونم لطفا ما رو سابسکرایب بکنین و به دوستان تو معرفی بکنین اگر که نظری کامنتی پیشنهادی انتقادی دارین حتما با ما در میون بذارین و از اون مهمتره که کسی رو میشناسین و احساس میکنین که میتونه پیغامی داشته باشه داستانی داشته باشه و چیزی رو به ما اشتراک بذاره حتما به ما در میون بذاره خیلی ممنونم و تا برنامه دیگه و هفته دیگه خدا نگهتا خیلی ممنون Thank you so much for listening to Journey Podcast. Make sure you subscribe, like, and share our episodes.